وقتتون بخیر بینندگان گرامی و خوش اومدید به بحث امروز. بحث امروز ما در مورد دانش آموزان و سیاست بسیج کردن دانش آموزان در نظام جمهوری اسلامی ایران. خب میبینیم در مدارس و خب کودکان حتی از دوران ابتدایی هم جمهوری اسلامی به اجبار کودکان و دانش آموزان رو مجبور میکنه به پذیرش ایدئولوژی که قانوناً و عرفاً این درست نیست و بایستی این کودک بزرگ بشه و خودش در سنین بلوغ و تصمیم بگیره برای خودش و به ویژه مسئله ایدئولوژی که جمهوری اسلامی تحمیل میکنه تا امروز و همچنان این سیاست به قوت خودش باقیه. برای بحث در این باره در خدمت جناب کاک جمال رسولی روزنامه‌نگار حوزه آموزش هستیم تا گفتگوی بیشتر پیرامون این موضوع داشته باشیم. جناب رسولی ممنون از وقتتون. درود بر شما و همه بینندگان کورکانال. اول این سوال من با این سوال شروع کنیم که این سیاست بسیج کردن نطفه این از کجا شکل گرفته و به خب در مدارس که میبینیم تحمیل میشه؟ این سیستم یا همون نظام آموزش و پرورش رژیم جمهوری اسلامی ایران نگاه میکنیم، تقویمش سرشار و لبریز از روزهایی است به مناسبت تعزیه، به مناسبت دشمن تراشی و دشمن ستیزی. حالا این موضوعی که امروز تا امروز شما مشاهده کردید به قوت خودش ادامه داره، برمیگرده به دو دوران پهلوی نخست و پهلوی دوم. در پهلوی اول وقتی رضا میرپند در یک کودتایی در سال 1299 انجام گرفت، اون به این نقطه نظر تکیه کرد که بله، ما برای سرکوب چنین جنبش‌ها و کودتاهایی به یک سیستم نیازمندیم. اون سیستم، سیستم نظامیگری است و باید این سیستم نظامیگری اگرچه تا کنون در صورت نهادها و مراکز بسیار کوچکی است، باید در سیستم آموزش و پرورش به صورت عملی و به صورت نظری جایگزین بشه. این بود که این نوع سیستم، یعنی این موضوع آموزش ایدئولوژی و نظامیگری تا به امروز در رژیم جمهوری اسلامی ایران بدین شیوه صورت گرفته است که ما شاهدش هستیم. یعنی ریشه اون برمیگرده به دوران پهلوی اول و ایجاد یا تأسیس دولت ملتی که برخواست خود جامعه نبوده و خب تحمیل شده از سوی مرکز نشینان، یعنی سیاستی رو تا امروز تعقیب کردن که بخوان جامعه رو به سیستم امنیتی و نظامی خب تربیت کنن و پرورش بدن. مبنای سیاست و تعقل دو رژیم پهلوی و سپس جمهوری اسلامی ایران دقیقا همین بوده که ما کنترل جمعیت را از طریق امنیت به معنای سرکوب و رعب و وحشت بنیان بنهیم. حالا همون سیستم از رضا میرپند صورت گرفت، ایجاد شد، تأسیس شد، در آموزش و پرورش جایگزین شد، ثبات گرفت و تا امروز هم ادامه داره. این نظام آموزش و پرورشی که امروز جمهوری اسلامی ایران بر اون داره تکیه میکنه، دقیقاً همان میراثی است که از این دو رژیم گرفته از میراث. اما خب جناب رسولی یه تفاوتایی هم این میان پیداست، یعنی جمهوری اسلامی خیلی ایدئولوژیک تر به این موضوع مینگره و خب بسیج دانش آموزی رو با اون فرم، با اون شکلی که خودش میپسنده و مقبوله داره پیش میبره. این رژیم جمهوری اسلامی ایران بعد از این که رژیم شاه ساقط گردید، اون به این وقتی این آموزش و پرورشی که آماده در دست گرفت، اون معایبی را که به ظن خودش معایب بود اومد دوباره اصلاح سازی کرد، نوسازی کرد و این بسیج دانش آموزی را اومد در یک سازمان جداگانه. یعنی اگه شما هم تحقیق کنید به این نتیجه میرسید که خود تعریف جمهوری اسلامی ایران از بسیج دانش آموزی میگه یه سازمان شبه دولتی هست، یعنی شبه دولتی، یعنی موازی این خود سیستم اصلی است. این سازمان شبه دولتی که این تعریف برازاره در جنگ 8 ساله ایران و عراق نقش بسزایی داشته،
در ترویج سیستم مخبری، جاسوسی و اساساً بسیج دانش آموزی و بسیج دانشجویی به شدت گریبانگیری جامعه ایران شده، جامعه ای که از هر لحاظ منفک هست، از هر لحاظ گسسته هست و این بنای این بسیج دانش آموزی فرهنگ مخبرسازی و بسیجی است که حتی این فرهنگ در ابعاد مختلف جامعه رسوخ کرده و به شیوه‌های مختلف هم ادامه داره. یعنی این دانش آموزی که با این سیستم پرورده میشه به هر جای دیگه و در هر نقطه از جهان باشه، این سیستم در وجودش هست که به نوع خود را مخبر یا جاسوس تلقی کنه، حتی اگر این کارم نکنه. خب جناب رسول، امروزه در مدارس ایران و کاربرد این بسیج دانش آموزی شما گفتیم متنوع‌تر شده. اگه یکم وارد جزئیات بیشتر بشیم، نظر شما چه و وارد چه ابعادی، چه گوشه‌هایی از زندگی مردم شده این مسئله؟ این ببین، به یک نکته اشاره کنیم، چون موضوع خیلی پیچیده و خیلی گسترده است. این موضوع اصلی بسیج دانش آموزی به سال 57 برمیگرده که رژیم شاه به دانش آموزان معترض تیراندازی کرده دانشگاه و 60 نفر از دانش آموزان کشته شدن. ولی در سال 58 وقتی سفارت آمریکا رو تسخیر کردن و رژیم خمینی اسمش رو گذاشت که تسخیر لانه جاسوسی، همونایی که از دیوار سفارت بالا رفتن و همونایی که آماده کار این نوع سیاست بودن، خودشون در دولت‌های قبلی سمت‌های بسیار بزرگی گرفتن. نمونه بسیار اصلیش، ببخشید، نمونه بسیار بارزش آقای سعید هزاریان است که رئیس اصلاح طلبان شد. خانم محسوم ابتکار بود که رئیس سازمان حفاظت محیط زیست شد. آقای اکبر رفایان بود که به عنوان اولین فرمانده سپاه پاسداران انتخاب شد. و سپس ما بقیه این دانشجویانی که اون روز این کار رو کردن و سفارت آمریکا وارد شدن، همشون پستا و مناصب حکومتی داشته بودن یا همکنون هم دارن. حالا یعنی یعنی جناب رسولی، اینایی که در این خط قرار میگیرن همون چماق و دستای نهایتا جمهوری اسلامی و حکومت میشن که غیر از سیستم جاسوسی در سرکوب و کشتار رو مردم حق طلب ایران نقش اساسی داشته. دقیقاً می‌خواستم به همین سوال قبلیتون اشاره کنم. این موضوعی که گفتی در چه بعد از جامعه رسوخ کرده، ببین، این وزرای آموزش و پرورش رژیم اسلامی ایران همیشه یک نکته فاجعه بار را به عنوان یک قهرمان سازی برای مردم توضیح می‌کنن. میگه ما یکی از حماسه همون این بوده که در دوران جنگ 8 ساله با عراق ما 550,000 دانش آموز که همشون زیر 18 ساله بودن به جبهه‌های جنگ و خط مقدم روانه کردیم که 36,000 تنشون رسما کشته شدن، نزدیک به 3,000شون مجروح شدن، بسیاری مفقود الاثر شدن. این موضوع وقتی جنگ تموم میشه، این سیستم سازمان شبه دولتیه که بسیج دانش آموزی و بسیج دانشجویی اسمش گرفته، دقیقاً با همان موضوع، با همان اسلحه به دست، چماق به دست، با همان سیستم مخبری و جاسوسی به موریانه بطن جامعه ایران تبدیل میشه. یعنی یه رسالت دارن، اگه در زمان جنگ باشه خب میرن به جبهه‌های جنگ کودکان رو میفرستن، اگه هم جنگ نباشه در سرکوب مردم معترض و مردم حق طلب نقش خودشون رو ایفا میکنن. اما جناب رسول، ما همیشه این مسئله رو شنیدیم به وجه در کردستان. خب شما اگه میخوای به مراتب عالی تحصیلات یا به جایی برسی در سیستم اداری جمهوری اسلامی، حتما بایستی بسیج بشی و انگار داره کار میشه که خیلی این رو آسان و سهل توجیه بکنن که خب بسیج شدن چه اشکالی داره و چه عیبی داره. به نظر شما این از کجا میاد و هدف پشت پرده چی هستش؟ ما در اول برنامه اشاره کردیم این موضوع بسیج دانش آموزی و تفکر بسیجی موضوعی است که 1 سال و 2 سال مربوط نیست، دهها براش کار شده.
و اصل بسیج دانش آموزیان که میگه ولایت پذیری. ولایت پذیری یعنی صرفاً بردگی فکری و جسمی در اسارت رژیم جمهوری اسلامی ایران و متکی به علی خامنه ای. این در حیات طیبه که سند تحول بنیادین آموزش هم هست نمود پیدا کرده و جایگزین شده. وقتی این موضوع در جنگ تموم شد، برای دانش آموزان، برای خانواده های دانش آموزان، وزارت آموزش پرورش، باقی وزارت های دیگر یه سهمیه را برای دانش آموزان، این دانش آموزان ایجاد کردن که اینا بله به قولی زحمت کشیدن و در جبهه جنگ بودن، بله ما بیاییم ارفاقی برای اینا قائل بشیم، یه سهمیه که اینا راحتر به دانشگاه ها قبول بشن، در مراکزی استخدام بشن. و این موضوع وقتی که بسیار ریشه دوان، تمامی جامعه را متوجه این کرد بله اگه ما هم بسیج بشیم از همه سهمیه ها برخورداریم. در علنن و علنن چیزی اصلا امکان نداره، حتی در دفترچه های کنکوری هم سهمیه هایی که اشاره شده اشاره به سهمیه بسیج دانش آموزی نشده، چرا که اونا میخوان از بسیج دانش آموزی یک سیاهی لشکر ایجاد کنن و دفاتر مقاومت بسیج خودشونو تجهیز کنن به سرمایه انسانی، ولی علنا در دفترچه های کنکور اصلا اشاره به بسیج دانش آموزی و سهمیه بسیج دانش آموزی نشده، فقط به سهمیه خانواده به اصلاح شهدا، زنباز، ایثارگران، آزاده اشاره شده، نه چیز دیگه. و تا کنونم بسیج دانش آموزی که الان هم براش تبلیغ میشه و فرماش در مدارس ترویج میشه، همان فرمی هست که در اوایل سال 57 دیزاین شده است، یعنی اصلا تغییری نکرده. اما جناب رسولی، ما اخباری به دست ما رسیده که در بسیاری از نقاط ایران و به ویژه در کردستان نمونه هایی وجود داره که به اجبار مدیران مدارس و خب نمایندگان سازمان بسیج کودکان و دانش آموزان رو نام نویسی میکنن و در مراحلی و در خب نمونه های دیگه هم وجود داره که اونا رو فریب میدن. خب برای ورود به مسابقاتی، به جشنواره هایی حتما بایستی این که خب این کارت یا این فرم رو پر کنید تا بتونید از این امتیاز بهره مند بشید. این یک انتقاد بسیار شدیدی هست بر تمامی معلمین. ما بارها این موضوع و به صورت اخبار، به صورت گزارش به ما رسیده است که در فلان مدرسه فلان معلم، حالا نمیخوایم اسمشو بگیم، اسمشون هم در دست است، که به زور به اجبار دانش آموزان را برای بسیجی نام نویسی میکنن و حتی دانش آموزان هم مایل نیستن که این کارو بکنن و نام نویسی کنن. ولی جمهوری اسلامی و معلمین برای رتبه بندی و گزارش سالیانه ای که از معلمان گرفته میشه و سازمان بازرسی میاد به کارنامه سالانه معلمان کمک میکنه، وقتی اینا این معلم در صدد این است که یکی از امتیازاش اینه که بتونه دانش آموزان را جذب کنه در سازمان بسیج دانش آموزی، پس معلم یا معلمانی خواسته یا نخواسته، تعمدی یا غیر عمدی، در دام این سیاست بسیج دانش آموزی گرفتار شدن برای منافع شخصی خود. سرک دانش آموز ابتدایی و دانش آموز راهنمایی هیچ درکی و شناخت قوی از جهان‌بینی سیاسی، از مسائل ایدئولوژیک جمهوری اسلامی نداره. پس انتقاد اصلی به معلمینی برمیگرده که برای گرفتن امتیازات و منافع شخصی دارن به این نوع کارها تن میدن. البته همه معلمین نه، یه سری از معلمین هستن و این نوع به دانش آموزان و به خانواده های دانش آموزان بارها و مکررن تاکید میکنن اگر دانش آموز شما ثبت نام کنه در بسیج دانش آموزی، مثلا به فلان اردو یا به فلان جشنواره میبریم، و این کارا هم کردن، یک نوع تبعیضی هم درست کردن، تبعیضی مستقیم و عمدی که آها فلان دانش آموز چون این بسیج دانش آموزی به فلان اردو میره ولی شما نیستی، پس اون دانش آموزی هم که اصلا اعتقادی به این چیز نداره برای گرفتن اینجور امتیازات در بسیج دانش آموزی ثبت نام میکنه. یعنی اون سیاستی که تلاش میکرد یا تلاش میکنه که این مسئله رو نرمالیزه بکنه اصلا نرمال هم نیست. خب در مقابل هم جناب رسولی اراده مردم وجود داره، مردم چیکار باید بکنه؟ خانواده ها
ما در جنبش جینا مدارس و دانشگاه ها نقش بسیار ویژه‌ای داشتند و به ویژه مدارس دخترانه. این در جنبش جینا رژیم جمهوری اسلامی ایران در جنبش سال 1388 بحران مشروعیت را پیدا کرد و دچار بحران مشروعیت شد، ولی در جنبش جینا در رژیم جمهوری اسلامی ایران بحران حاکمیتی هم که داشت دیگه اونم تموم شد. ما این را در مدارس دخترانه و مدارس باقی مدارس دیگر کردستان به ویژه دیدیم. این سیاست بسیج دانش آموزی کردن، بسیج دانشجویی دقیقا میخی بود بر تابوت این سیاست که در کردستان جوابگو نیست. بسیاری از این دانش آموزانی هم که ثبت‌نام کردن و نویسی کردن اصلا اعتقادی بهش ندارن، اصلا براشون مهم نیست، فقط فرمی بودی است که بل اجبار و از روی عدم شناخت دانش آموزان پر شده است. و رسانه های خارج از کشور، به ویژه رسانه های کردی که برای دفاع از حق ملت کرد مبارزه می کنند، بر دوش این است که آگاهی رسانی کنند و سپس والدین درجه یک و درجه دو در خانواده موظف هم که برای دانش آموزان و برای فرزندان خود تشریح کنند که چنین چیزی اصلا درست نیست، اصولی نیست، ظلمی است در حق خود دانش آموز. و سپس رسانه های جمعی به عنوان این شبکه های اجتماعی است که باید آگاه سازی بشه. یه دانش آموز دوم ابتدایی اصلا نمیدونه که استکبار چی هست، طاغوت چی هست و تلاویف کجاست که برن بگیرننش و خود کجاست که آزادش کنن. اینا همشون بود که در جنبش جنجیان آزادی در این سیاست رژیم جمهوری اسلامی ایران مهر باطل کوبید. خب جناب رسولی، خیلی ممنون از حضورتون. رسیدیم به پایان. اگه در پایان نکته هستش اما کوتاه بفرمایید. نکته پایانی این است که اساسا ایدئولوژیک جذاب هست، بسیار قابل توجه است و ایدئولوژیک خاصیتش اینه که وهم و توهم را به عنوان واقعیت به مردم نشون میده، به ویژه در جامعه های دیکتاتوری به مانند ایران که از هر گوشه و کنار این جامعه سازمان های امنیتی، نهادهای سرکوبگر به شدت دارن در فکر مردم کار میکنن و اونا را به سمت خودشون بکشن. ولی دیگر نه بسیج دانش آموزی، نه بسیج دانشجویی دیگر نه رنگ و حنایی داشته و نه خواهد داشت، چرا که کردستان و سایر آزادی خواهان در سرتاسر ایران به این نقطه رسیدن که آزادی و رهایی در گروه سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی ایران است و مردم ایران با هیچ کشور و با هیچ دشمن تراشی که جمهوری اسلامی ایران دشمن تراشی کردن دشمن نیستن و آنها خواهان زندگی آزاد و مسالمت آمیز با سایر کشورهای دیگر هستند. خیلی ممنون از حضورتون جناب رسولی. درود بر شما و همه بینندگان. بینندگان گرامی، همچنان که جناب رسولی اشاره فرمودن، سیاست های جمهوری اسلامی و به ویژه پهلوی اول و دوم که خب جمهوری اسلامی اون رو مکمل کرده و ایدولوژی خودش رو بر اون اعمال کرده، همچنان بر این اساس بوده که تداوم ببخشه به اون سیاست یه ملت، یه دولتی که از دوران پهلوی اومده و تا امروز ادامه داره. و مسائل بسیج دانشجویی هم در همین چارچوبی که بخواد فضای ربا وحشت از یک سو و از سوی دیگر فضای ایدولوژی خودش رو اعمال بکنه تا کودک و دانش آموز رو به اون مسیری که خودش میخواد و مقبول خودشه هدایت بکنه. این بود بحث امروز ما. خدا نگهدارتون.